حساب نمیشه. چرا؟ چون تو اون اثباتی که براتون نوشتم یادتونه من F1 رو بر اساس اون یکی نوشتم، پس به خود F1 نیاز ندارم، من به F2 و F3 نیاز دارم. حل یه نکته خیلی خیلی مهم، حالا ما از این نکته من همون یه سوال آوردم تشریحی ته جزوه میبینیم، ولی خب سوالات خیلی سنگینش رو گذاشتم برای دوره آلفا، خیلی دش مهمه، خیلی هم پر در واقع تله اندازه. حالا تو تا حالا تو کنکور ازش سوال نیومده، ولی خب خیلی احتمال سوال اومدنش هست با ترجمه که کنکور هی داره سخت میشه. ببینید بچه ها، فراوانی به معنی تعداده، اصلا فراوانی دیگه اصلا روشه، خب نه جرم. پس من وقتی میگم که 20% جرم ماده آ رو مثلا ایزوتوپ اولش تشکیل میده، به این معنا نیست که فراوانیش 20%. خب این جرم گفته که 20% جرمشه، نگفته 20% تعدادشه. ولی وقتی مثلا من میگم فراوانیش 20%، یعنی من اگه 100 تا دونه ازش داشته باشم، 20 تا دونهش اون ایزوتوپ اوله، درسته؟ حالا میخوام بین این دو تا یه فرقی هم دارن متوجه بشین. الان مثلا فرض کنید شما یه ایزوتوپی دارید که مثلا چه میدونم X10 و X مثلا 12، خب مثلا این ایزوتوپ علکی، خب بس فرض کنید که مثلا فراوانی این 20%، حالا این مثلا بیشتر بگیرم، فراوانی اینو فرض کنید 80%، فراوانی اینو فرض کنید 20%. خب حالا فرض کنید که ما مثلا یه مخلوطی داریم که 10 تا دونه از این 10 تا دونه ایزوتوپ توش وجود داره، 10 تا دونه. خب چون 80% فراوانی X10 تشکیل میده، یعنی 8 تا دونهش اینه و 2 تا دونهش هم این میشه. پس جرم مخلوط چی میشه؟ ببین 8 تا از این 10 تایی دارم، پس میشه 8 ضرب در 10 80، به علاوه 2 تا هم از این 12 تایی ها دارم. حالا من توی ویدئوی دیگه توی جزوه بعدی که قرار براتون بفرستیم مول اونجا تدریس میکنیم، را یاد میگیرید این چیزا رو. 2 ضرب در 12، پس جرم مخلوط شد 80 به علاوه در واقع 24، 104. خب حالا چقدرش اون 20% تشکیل داده بود؟ 24 تاش اون یکی تشکیل داده بود، پس درصد جرمیش الان تو مخلوط چقدر شده؟ 24 بر روی 104 ضرب در 100، خب که این قطعاً از 20% بیشتره، درسته؟ فراوانیش 20%، ولی درصد جرمیش 20% نیست. پس خیلی حواستون باشه بین درصد جرمی و فراوانی در واقع قاطی نکن. خب بریم تستا رو ببینیم. اینجا هم توضیح دادم همه تستا، تست کنکور هستن غیر از دو تا سوال تست و یه سوال تشریحی، که اون دو تا تست آخر و اون سوال تشریحی در حد و اندازه تست های دوره آلفا هستن. بریم سوالات رو ببینیم. سوال اول، نقره داری دو تا ایزوتوپ با این جرم اتمی، اگر فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر 52% باشد، جرم اتمی متوسط نقره کدام است؟ توصیه بکنم بچه همیشه از این فرمول دومی که گفتم برید، از اون فرمول اول بخواید برید، اصلا توی این اعداد خیلی عجیب غریب و اعشاری خیلی سختتون میشه، اصلا نمیتونید محاسبات بکنید. برای اینکه مطمئن نمیشید که نمیتونید کار بکنید، بیایید سوالایی که من دارم این به روش خودمون حل میکنم و به اون روش میانگین وزن‌دار حل بکنید که ببینید واقعا ممکن نیست، که بیایید به این روش در واقع دیگه عادت بکنید. آقا جرم اتمی میانگین چی میشه؟ ببین وقتی فراوانی سبک‌تر 52%، پس سنگینی میشه 48%. خب منم گفتم همه رو بر اساس یک بنویس دیگه، پس این میشه 48/100. منطقی دیگه، جمع فراوانی ها باید بشه 100 یا باید بشه 1. پس جرم اتمی میانگین چی میشه؟ میشه سبکه رو بنویس 106.9 به علاوه اختلاف بعدی باش چند تا؟ دوتا ضرب در فراوانیش 48/100. 48/100 این چی میشه بچه ها؟ میشه 96/100. خب ببین بچه ها، یکی از راه های محاسبات اینه که شما بیایید اعداد رو خوشگل و درست حسابی بنویسید. مثلا این خیلی ساده است، من فقط میخوام ایده محاسبات رو بهتون بگم. در این 96/100 میتونم بنویسم چی؟ میتونم بنویسم 1 منهای 4/100، بعد 1 رو به علاوه 106.9 بکنم میشه 107.9 منهای 4/100. خب پس میشه 107.86، گزینه 2. خیلی ساده. بریم سوال بعدی. بر اساس شکل مقابل که توزیع نسبی اتم‌های کلور رو در کلور طبیعی نشان می‌دهد، می‌توان دریافت که درصد کلور چند درصد کلور طبیعی رو ایزوتوپ Cl35 تشکیل می‌دهد، جرم اتمی میانگین کلور برابر با چند واحد جرم اتمی و ایزوتوپ جاخالی پایدارتر است. خب ببینید بچه‌ها، اولا بگم که اون ایزوتوپی پایدارتره که فراوانیش بیشتره، این اشاره بکنم از مفاهیم بعد بلد باشین. خب اوکی،
خب ببین بچه ها، الان این تعداد رو به ما داده توی شکل، بعد یه سریش رو قرمز کرده که CL37ن، یه سری سفیدن که CL35ن، درسته؟ اینا چی هن؟ یک، الان چند تا دونه کلن داریم؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، یک، دو، سه، چهار تا، 20 تا